بسم الله الرحمن الرحیم سلام بینندگان عزیز وقت شما به توجه نمایید به خبر ساعت ده از تلویزیون تمدن دومین شب مراسم سوگواری و عزاداری دهه دوم ایام فاطمیه در مسجد جامعه محمدی شهر لشکرگاه هلمن برگزار شد والی ولایت هلمن معاون والی ولسوال دره معاون ولسوال دره فرمانده پلیس ولسوالی دره شهردار ولسوالی دره علما و مردم متدین شهر لشکرگاه در این مراسم شرکت کردند سخن در این مراسم پیرامون عباد شخصیتی دختر گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه صحبت نموده و بر پیروی از راه و منش بزرگان دینی تاکید کردند در این مراسم گفته شد تا زمانی که الگوی زنان مسلمان شخصیت های چون دختر گرامی رسول خدا باشد جامعه از هر گونه انحراف و ناهنجاری های اجتماعی در امان خواهد بود سرپرست وزرای خارجه معادن و تجارت در سفر به هرات در گفتگو با مقامات ترکمنستانی از توافق برای اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی از جمله تاپی و برق خبر دادند. امیر خان متقی گفت با ترکمنستان روی پروژه های مهم توافق حاصل شده و در آینده نزدیک کار این پروژه ها آغاز می شود. او همچنان تأکید نمود کابل تمام شاخصه های شناخته شدن را تکمیل کرده و با جهان و کشورهای همسایه تعامل سازنده دارد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد سازمان همکاری بین المللی ژاپن 6.9 یعنی میلیون دلار به بخش صحت افغانستان کمک می کرند. گفته شده که این کمک به منظور ارائه خدمات صحی به بیماران بیماری های اوفونی و کمک به آزمایشگاه برای تشخیص دقیق بیماری های ساری در نظر گرفته شده سفیر ژاپن در کابل در مراسم امضای این توافقنامه بر تعهد ژاپن به حمایت از در جهت کاهش بیماری های تأکید نمود نموده است. این در حال است که پیش از این سازمان بهداشت جهانی در گزارش گفته بود جان, جان میلیون ها نفر به دلیل ناامنی غذایی شیوع بیماری های عفونی و خشکسالی های مداوم در افغانستان در خطر است زبیح مجاهد سخنگوی حکومت اعلام کرد که از مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان دعوت شده که به کابل سفر کند آقای مجاهد هدف از سفر مولانا فضل الرحمن به کابل را آگاه ساختن مردم پاکستان از نیت و اداره مردم افغانستان خوانده است مجاهد گفت مولوی فضل الرحمن به کابل سفر می کند تا در اثر برخی تبلیغات از حان آمد در پاکستان خراب نشود و مردم پاکستان را از نیت مردم افغانستان آگاه سازد نشست سه روزه به هدف بررسی محتوای روزنامه های دولتی و ارائه راهکارها برای حل چالش های آن برگزار شد موین وزارت اطلاعات و فرهنگ با اشاره به افت جایگاه روزنامه ها در کشور گفت پس از این باید محتوای روزنامه ها مطابق بر نیاز مردم و روز تهیه شود از سوی دیگر برخی آگاهان میگویند برای رشد رسانه ها همگانی باید فرهنگ نقد و آزادی بیان از جانب حکومت پذیرفته شود به پایان بسته خبری این ساعت رسیدیم سپاسگزارم از توجه شما تا درود دیگر بدرود